کتاب خونه برم، سوالی که خیلی از بچه هایی که توی خونه آرامش ندارن و یا آرامش دارن میان از من میپرسن. جالب میدونی کجاست؟ اینه که محیط کتاب خونه خب آرومه نسبت به خونه، ولی خیلی از بچه ها محیط خونه شون آرومه و باز دارن میرن کتاب خونه. میام دلیلش رو ازشون میپرسم، نه آقای اکبری خیلی مثلا اونجا تمرکز دارم. چه چیزی باعث میشه که تو کتاب خونه رو تو این محیط کرونا ترجیح بدی؟ اینکه با لباس میشینی اونجا؟ اینکه نمیتونی زیاد برفت و آمد داشته باشی، زیاد بری بیرون؟ یا چیزای دیگه ای که منم خودم رفتم کتاب خونه میدونم؟ یا به اون دلایله؟ ببین اگر اون دلایل نیست، سیاوش من خودم یه مدت همه میگفتن کتاب خونه بذاریم روک بگیم دیگه. خیلی ها واسه فرار از درس میرن کتاب خونه، روک بگیم. خیلی ها واسه این که اهل سیگارن، دوست نداشتم اینو بگم ولی اهل سیگارن، میرن کتاب خونه. خیلی هم خودشونو دارن گول میزنن میرن کتاب خونه. خونه خالیه، خونه ساکته، خونه آرومه، نه من باید برم کتاب خونه. چهار نفرم میبینم. ما میرفتیم کتاب خونه، نشستیم حرف زدن، اصلا درس نمیخوندیم. ببین الان تو این ویدیو اصلا نمیخوام بگم کتاب خونه برو یا کتاب خونه نرو. خب تو این ویدیو اصلا نمیخوام اینا رو بزنم. ببین میخوام به این درک برسونمت که درس خوندن واسه کنکور، درس خوندن واسه مدرسه نیست. خیلی از وقتا ما سر معلمامون رو کلا میذاشتیم واسه اینکه نمره بالاتری بگیری. تو نمیتونی سر کنکور سراسری و کلاه بذاری. میدونی چی دارم میگم؟ سر کنکور سراسری نمیتونی کلاه بذاری، سر خودت رو نمیتونی کلاه بذاری. تو اگر میدونی کتاب خونه برات مفیده، تو اگر میدونی کتاب خونه برات مفیده برو. آقا سعید دیگه بچه نیستی. آقا سعید بعضی ما فکر میکنیم یه چیزی برامون مفیده، ولی در واقع مفید. خب مقایسه میتونی بکنی روزی که کتاب خونه نرفتم با روزی که کتاب خونه رفتم. ببینی بازدهیش چطوره؟ آفرین. اگه خوب بود برم. ببینی کدومش بازدهیش خوبه؟ باید برو یا نرو؟ اکثر من خیلی ها دیدم کتاب خونه میرن و نتیجه گرفتیم و خیلی زیادتر رو دیدم کتاب خونه رفتن و نتیجه نگرفتن. اکثر بچه ها این ویدیو رو میبینن، خب این نظر رو از تو که مشاور هستی میخوان که ببین بهتره برم یا نه. مزایا و معایبش چطوریه؟ اولین کاری که میکنی باید پیش خودت برگردی بگی که خونه ما چطوره وضعیتش، شلوغه، آرومه، میتونم درس بخونم یا نمیتونم درس بخونم. این اولین سوالی که باید از خودت بپرسی. پس کاملا شخصیه. بعد از اینکه این سوال پرسیدی جوابش اینکه من میتونم تو خونه درس بخونم یا نمیتونم. اگر میتونی خب تکلیف مشخصه، تو خونه باید بمونی درس بخونی. چرا میگم تو خونه بمون؟ به دلایل خیلی زیاد. حتی اگر یه کوچولو تمرکزت هم کتاب خونه بیشتره، تو خونه بمون. میدونی چرا؟ چون ناهارت به وقته. چون بری کتابخونه یا باید بنده خدا مادر از 6 صبح بلند شه واسه تو غذا درست کنه، یا اینکه باید بری از دکه‌ای تو این وضعیت کرونا. معلوم نیست. من الان دو تا از شاگردام تست کروناشون مثبت شد. 14 روز حداقل. خدای نگه دیگه ما بگیم هیچ اتفاقی از لحاظ فیزیک بدن و روحی و اینا براش نیفته، 14 روز حداقل از درس عقب افتاد. خب اینو دارم بهت میگم، الان وضعیتم کروناست. تو حتی اگر یه خورده کتابخونه واسط مفیدتره، چون باید با ماسک هم درس بخونی، هر چقدرم خلوت باشه باید با ماسک درس بخونی. چون نمیذارن، هم نمیذارن، اگرم بعضی وقتا بذارن محیط آلوده است، محیط بسته است. اگرم یه خورده میدونی تمرکزت بیشتره بازم خونه رو ترجیح بده. بابا راحت مثلا ظهر خسته شدی میخوای یه نیم ساعت چرت بزنی بالشت میندازی راحت میخوابی. اصلا اونجا معلوم نیست که محیطی که میخواید دراز. آقا یک مثلا من میگم که آره محیط داره واسه، معلوم نیست اونجا تمیزه، کثیفه. من بیشتر نگران شرایط کرونا واسه شما. اوکی این از این. پس گفتم حتی اگر یه خوردم بیشتر تونستی ولی محیط خونه آروم بود، محیط خونه رو ترجیح بده. این هم از این. یه مسئله دیگه خوب گوش بده، اگر محیط خونت جوریه که به هیچ عنوان نمیتونی درس بخونی. بچه من بهم عکس ناهارشون رو نشون داده، مثلا سر سفرهشون 20 نفر خانواده دارن، مخصوصا الان که عیده، خواهر برادر از شهرستان اومدن اونجا، همشون میخوان یک ما بمونن. سر سفرهشون نشون داد انگار که مثلا هیئت بود،
اینقدر داشتن مثلا هیئت داشتن انگار داشتن نهار میدادن یا اون واجبه که بره اون بعد بچهای کوچولون آره واجبم نه یک بار تست میکنه ببینه میتونه یا نمیتونه. من آقا یادتون هست یه ویدیو درست کردم گفتم موزیک گوش بدم یا نه، من هنس فیلم میذاشتم تو گوشم، پشتمو میکرد میرفتم تو اتاق، درو قفل میکردم پشتمو میکردم به ورودی اتاق که حتی سایه پایی که از پشت در میادم حواس منو پرت نکنه. بعد هنس فیلم میذاشتم تو گوشم، مگه تست نمیزدم ریاضی و فیزیک و شیمی اونجوری تست میزدم با موزیک؟ بازم ترجیح میدادم خونه بمونم. دارم میگم ترجیحتون اولویتتون چی باشه؟ خونه باشه. چون به دلایل الان شرایط کرونا هم هست، خدایی نکرده ما مدت باقی موندمون کمه، خدایی نکرده اتفاقی واسهتون بیفته دیگه عملاً 14 روزم بخواین از دست بدین و بعد از درس دورم باشین و دوباره بخواین استارت بزنین، هم استرس نمیذاره همین که واقعاً دیگه خیلی سخت میشه، خیلی سخت میشه. اینم از این. پس حواستون باشه. الان من تو این ویدیو برگشتم گفتم که خودت هستی و خدای خودت. سر کنکور سراسری نمیتونی شیره بمالی، باید با خودت رو راست باشی. میتونی اتخونه برات مفیده، خونه بمون. کتاب خونه برات مفیده، کتاب خونه. اولویت کجا؟ خونه. اولویت کجا؟ خونه. من نمیدونم واقعا خونه که آرومه، طرف باید ماسک بزنه، نهار یخ، آقا ما میگیم نهارت هم آماده باشه از خونه میاد، نهار یخ بخوره، آقا گرمش میکنی، ولی هیچی اندازه اون نداره که تازه ساعت یک بعد از ظهر مامان غذا رو میذاره زمین، غذای داغ تو میخوری. من دقیقاً سوالی که بچه‌ها میپرسن از تو میپرسم. آره. آی دکتر، میگن دوستامو میبینم بهتر درس میخونم، رقابتی درس میخونم. نظر چیه؟ ببین. آخه چند نفر الان تو کتابخونه است؟ دوستامو میبینم چیه؟ من اینو قبول دارم، انرژی میده. ولی معایبش بیشتر از مزایاشه. اینه جدی میگم. بچه‌ها که اولا دارن با من کار میکنن، یه ایلی گذاشتیم تو گروه، هر شب داریم بحث انگیزشی میکنیم و اینا، اونا همدیگه رو میبینن. من بحث بچه خودم نیست. تو بعدش هم مدرسه باشه، خب هم کلاسیات هستن. آزمون قلمچی میری با رتبه برترا خودت مقایسه کن. با یه رتبه بالاتر از خودت خودت مقایسه کن. اونایی که دارن خوب تراز میارن. میدونی چی دارم میگم؟ بحث این که بازم دارم میگم اولویت رو بذارین خونه. داشتم میگفتم که من نمیدونم کسی مثلا میره که خونهشون آرومه، غذای مامان اون داغ داغش از دست میده، استراحت زورش، با لباس درس نمیخونه، عرضم به حضورت که اون استرس و فشار کرونا نداره، ماسک نداره، هر لحظه نمیگه الان من گرفتم. خدای نکرده شما یه آدم ناقل بیاد کنارتون یا مثلا یه سلام علیک باید بکنه، تو خسته شدی 10 ساعت کتاب خونه بودی، ماسک رو در میاره خود به خود. بعد اصلا کتاب خونه از محل خونه یکمی دور باشه. آفر، دقیقا. ببین ما همه چیزشو دارم بررسی میکنم، میذارمش در اختیار خودت که خودت انتخاب بکنی. امیدوارم براتون مفید باشه. حتما 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 پست رو سیو کن واسه دوستات که میرن کتاب خونه، یا اعضای خانواده‌ات که دارن این مادر پدری که دارن این ویدیو رو میبینه واسه بچه هاتون بفرستین که خودش انتخاب کنه. هیچی بهتر از این نیست. و اگه از طریق یوتیوب داری میبینی، قبل از اینکه سابسکرایب کنی یه دونه کامنت کوچولو بذار، بعد سابسکرایب کن که ثابت نپره. مواظب خودتون باشین. اگر سوالی بازم دارین میتونین داخل کامنت ها بپرسین، من تک تک کامنت ها رو میشینم خودم با حوصله جواب میدم. مواظب خودتون باشین فعلا.